دوستان خوب فرنش لایف ستایل سلام در این ویدیو قصد داریم شما را با یک سبک تغذیه‌ای که چند سالیه در فرانسه خیلی متداول شده آشنا کنیم پس اگه مایلی درباره مزایا و چگونگی این سبک تغذیه بدونید تا آخر ویدیو همراه ما باشید و اگه این ویدیو رو پسندیدید لایک کنید و با دوستان خوبتون به اشتراک بگذارید روزه منقطع یا intermittent fasting که به زبان فرانسه جون انترمیتون گفته میشه یکی از محبوب ترین و رایش ترین الگوهای تغذیهی مربوط به سلامت جسمانیه و در واقع یک سبک و الگوی خوردنه که در اون چرخه میان بازه های زمانی خوردن و نخوردن شکل میگیره در این روش تغذیه اونچه میخورید اهمیت نداره بلکه زمان خوردن شماست که خیلی مهمه خب حالا ببینیم چجوری بازه های خوردن مهم میشن چند روش اجرایی برای جون انتقمیتون وجود داره که همه اونها عملا تقسیم کردن روز یا هفته به بازه های خوردن و نخوردنه یعنی همون زمان های روزه داریه که ما در اینجا برای شما پرطرفدارترین و مرسوم ترین روش رو توضیح میدیم روش شانزده هشت در این روش شما غذا خوردن رو به بازه 8 ساعته خوردن و 16 ساعته نخوردن یا همان روزداری محدود می کنید. یعنی اگه تصمیم گرفتید از یک ساعت مشخص مثلا یک بعد از ظهر شروع کنید تا نه شب مدت 8 ساعت اجازه خوردن دارید. و از نه شب تا یک بعد از ظهر روز بعد چیزی نمیخورید به جز مایاتی مثل آب، چای، قهوه یا دمنوش حالا بریم سراغ این که اصلا چرا این سبک غذا خوردن برای بدن مفیده و مزایای روزه منقطع برای سلامتی چیه؟ وقتی ما غذا نمیخوریم یعنی همون 16 ساعت روزه داری بدن به حالت استراحت در میاد و میزان انسالین بدن کاهش پیدا میکنه که این تغییرات باعث میشه بدن برای تامین انرژی مورد نیازش از چربی های ذخیره شده استفاده کنه در نتیجه باعث تنظیم قند خون و فشار خون میشه و به سلامت قلب کمک میکنه همچنین از شما در برابر ابتلا به دیابت نوع دو محافظت میکنه از مزایای دیگر این روش روزداری اینه که به رشد سلول های عصبی جدید کمک میکنه و از فرد در برابر ابتلا به آلزایمر محافظت میکنه. خب حالا ببینیم روزه منقطع چطور به کاهش وزن کمک میکنه. یکی از دلایل اقبال مردم به روزه منقطع کاهش وزنه. اما چطور میشه به این هدف رسید؟ ژون انتقمیتان یک رژیم غذایی به معنای عمومی اون نیست بلکه بیشتر به عنوان یک الگوی تقضیهی محسوب میشه در این روش شما کمتر غذا میخورید یعنی فقط 8 ساعت و در نتیجه به طور خودکار کالری کمتر باعث کاهش وزن و لاغری میشه اما اگه در طول بازه زمانی 8 ساعته خوردن در خوردن و مصرف مواد غذایی زیاده روی کنید نه تنها وزن شما کم نمیشه بلکه شاید اضافه وزن هم پیدا کنی برای رسیدن به کاهش وزن از طریق جون انتق میتون رعایت چند نکته ضروری و لازمه نکته اول رعایت بازه زمانی خوردن در روزه متناوب سعی کنید بازه زمانی خودتون رو انتخاب کنید این بازه زمانی رو بین ساعت هشت شب تا دوازده ظهر یا نه شب تا یک بعد از ظهر یا ده شب تا دو بعد از ظهر انتخاب کنید. با توجه به شغل و ساعت کاریتون بازه شانزده رو تقسیم بندی کنید. دومین نکته داشتن تغذیه سالم یا بشقاب سلامتی برای رسیدن به کاهش وزن در این روش رعایت تغذیه سالم و کافی لازم و ضروریه. برای اینکه در طول زمان روزه احساس خستگی و بیحالی نکنید، طبق الگوی بشقاب به سلامتی غذاهاتون رو انتخاب کنید. یعنی خوردن غذاهای سالم و به قول فرانسوی ها اکیلیبقه. طبق این الگوی غذایی بشقاب شما باید شامل سبزیجات تازه، پروتئین های حیوانی یا گیاهی و کربوهیدرات های سالم باشه. در آینده نزدیک رسپی غذاهای اکیلیبقه و سالم را در کانال فرنش لایف در یوتیوب خواهیم گذاشت. اما نکته سوم خوردن آب مهمترین و مؤثرترین عامل در کاهش وزنه. نکته چهارم داشتن ورزش یا فعالیت بدنی در طول روزه منقطع داشتن ورزش سبک مثل پیاده روی یا دوچرخه سواری میتونه به چربی سوزی کمک زیادی کنه. اما انجام ورزش های سنگین در طول دوره روزه منقطع توصیه نمیشه. نکته پنجم و مهمترین نکته صبر. بله، صبر کردن برای رسیدن به انجام ایدئال یا کم کردن وزن. باید به بدنتون اجازه بدین کم کم با روش تغذیه سالم عادت کنه و کنار بیاد. تا بتونه با ذهنی آروم روند کاهش وزن را طی کنه و مهمتر این که این روش رو ادامه بده. اما چه افرادی نمیتونن رژیم روزه منقطع رو دنبال کنن؟ افراد مبتلا به این مشکلات نمیتونن رژیم فستینگ رو دنبال کنن. افرادی که دچار دیابت هستند، افرادی که در سن رشدند خانم های باردار و شیرده. افرادی که برای مصرف داروهاشون نیاز به خوردن غذا دارن. افرادی که به دلیل بیماری های خاص نمیتونن برای مدت طولانی گرسنه بمونن یا چیزی بخورن. و در آخر باید گفت که این روش روزه منقطع در بین افراد پرمشغله از محبوبیت بیشتری برخورداره. چرا که هم باعث سلامتی میشه و هم سبک زندگی شما رو ساده تر میکنه. و این استرس غذایی رو از بین میبره و از ریز خاری جلوگیری میکنه. حتما برای یه هفته هم که شده امتحان کنید. از همراهیتون با کانال فرنش لایف سایل در یوتیوب متشکرم.